گیتا آریان از وزارت خارجه آمریکا با ما است. گیتا، جزئیات بیشتر از تو بشنویم. مشخصا در این دیدار دو رهبر چه سند و یا توافقی را امضا کردند؟ پیام، اون چیزی رو که پرزیدنت ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی گفتن خیلی چکیدش و خلاصش در این بیانیه هست که پرزیدنت ترامپ و رهبر کره شمالی امضا کردن که همه خب تصاویر اون رو دیدن. پرزیدنت ترامپ گفت که مذاکراتی فراگیر، کامل، پرمحتوا، با عمق و همینطور از روی صداقت با هم دیگه داشتن، هر دو طرف نظراتشون رو گفتن. تأکید ابتدا بر روی روابط آمریکا و کره شمالی هست که این بتونه سرآغاز شرایطی بهتر در جهان باشه از نقطه نظر کاهش تهدید از سوی کره شمالی. و در همین راستا چهار مورد رو در این بیانیه گنجاندن که صحبت از برقراری روابط میان دو ملت هست و اینکه بخوان یک صلح پایداری در شبه جزیره کره برقرار بشه. مورد سوم اشاره میکنه به توافقی بین دو کره که ماه پیش صورت گرفت که به طور کلی اون هم نکته اصلیش بر ترک خصومت دشمنی بین دو طرف است و خلاصه روابط دو همسایه با هم خوب بشه، آتش بس یا ترک مخاصمه تبدیل به صلح نهایی بشه. و دیگر اینکه آمریکا و کره شمالی بتونن مسئله سربازان آمریکایی که هنوز جسدشون در جنگ کره کشته شدن، جسدشون به آمریکا برگردونده نشده، اون رو هم حل بکنن. و پرزیدنت ترامپ گفته که یا در واقع هر دو طرف در این بیانیه گفتن که میخوان که هر چه زودتر کار رو بر روی اجرای این توافق اولیه، باید اسمش رو گذاشت توافق کلی، هر چه زودتر شروع بکنن. پیام و گیتا، حالا گام های بعدی چه خواهد بود و مرحله بعدی چگونه برنامه‌ریزی شده؟ اینطور که پرزیدنت ترامپ گفتن، مایک پامپئو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی او هستند که از هفته آینده کار رو شروع میکنن. البته ابتدا اینو بگم که آقای پامپئو قرار هست که از سنگاپور به ابتدا به سئول و سپس به پکن بره که در راستای همین این دیدار و اجلاس و توافق نهایی هست و اینکه میخوان بعد از اون شروع بکنن به جزئیات پرداختن. و اینجاست که دیگه کار خیلی ظریف میشه و باید افراد متخصص وارد کار بشن، همونطوری که در رابطه با توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک دیدیم، دیگه میرن توی جزئیات مسائل فنی و دیگر مسائل.